سرخط خبرها، فروپاشی طالبان توسط وزیر دفاع این کشور رسماً تایید شد. آوارگان جنگ بلخاب با توسط بامیان به حد رسیده است که قابل شمارش نیست. دستگیری دو محافظ حمید خراسانی توسط طالبان و گریه و ناله های حمید خراسانی در یک نوار صوتی که باور نکردنی است. د هلمند ملګری ناحقه د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی تنکلی دي نیولی دي او ناحقه وایي چې دوی سلام به سرویس اطلاع رسانی اینفو تیوی خوش آمدید. لطفا چنل را سابسکرایب کنید. ملا یعقوب به طالبان تازه گفته است که اطاعت درست به خاطر خدا کنید. او در پیامی که به سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان نسبت داده شده از بی‌نظمی ها و تخلفات میان نیروهای طالبان شکایت کرده است. در یک صوت اخیر به ملا محمد یعقوب که به تازگی در رسانه های اجتماعی منتشر شده و تاریخ دقیق ثبت نام را نمی‌داند، بر مسئولیت این نیروها تاکید شده و گفته شده است که بی‌نظمی ها و نقص دستور عمل ها بین نیروهای طالبان باعث شده است تا محافظان طالبان بخش های از ولسوالی بغلان و خوست را اشغال کنند. پیام گفت اول وقت جای را تشکیل می دهیم و به آنها می گویم که به آنجا بروند، اما بعدش هیچ کدامشون به آنجا نرفتند. ما مطمئنیم که دوستانی که اونجا هستند، اما یکی وجود ندارد. تقاضای من این است که مجاهدین به اطاعت توجه کنند، درست به خاطر خدا اطاعت کنند. ژنرال محمد صادق شینواره، کارشناس امور نظامی حضور نظم و انضباط در ارتش را ضروری می گوید. مسئولان تمام بخش ها و واحد ها و بتوانند مدیریت و مدیریت کنند. کارشناسان افغانستان می گویند که این بزرگترین کاسی در تاریخ طالبان به ثبت رسیده است. من فکر نمی کنم که باید انتظار داشته باشند که طالبان از یک ارتش سیاسی معاصر و بخش هایی که قبلا داشتیم بیایند. آنها فقط مبارز هستند و برای جنگ آماده می شوند. نه تجربه دارند و نه به امنیت و حاکمیت قانون اعتماد دارند. افغان ها و کارشناسان همچنین از طالبان به دلیل نپوشیدن یونیفرم نظامی ویژه انتقاد کردند. اگرچه طالبان بیشتر بخش های افغانستان را تحت کنترل دارند، اما گزارش های از درگیری میان نظامیان و نیروهای مقاومت در ولایت پنشیر، سه ولسوالی اندراب در ولایت بغلان و ولسوالی برسج تخار و برخی از بخش های ایوان وجود دارد. خبر بعدی و وحشتناک. یونیسف تازه گفته است که آوارگان جنگ بلخاب با پای پیاده و سوار بر الاغ خود را به بامیان میرسانند. او با نشر تصاویر از آواره شدگان جنگ بلخاب گفته است که آنها ساعتها مسیر کوهستانی را پیاده و یا سوار بر الاغ به سمت یکاولنگ ولایت طی کرده اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف از وضعیت آوارگان جنگ ولسوالی بلخاب ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنها با پای پیاده و سوار بر الاغ خود را به بامیان میرسانند. دکتر محمد ایویا نماینده یونیسف در افغانستان در توییتی گفته است که باشندگان ولسوالی بلخاب که شامل زنان و کودکان نیز هستند با پای پیاده و یا سوار بر خر تلاش میکنند که از جنگ نجات پیدا کنند. او با نشر تصاویری از آوارگان جنگ بلخاب گفته است که آنها ساعتها مسیر کوهستانی را با پای پیاده و یا سوار بر الاغ و سمت یکاولنگ ولایت بامیان طی کرده اند. با گفته نمایندگان یونیسف باشندگان ولسوالی بلخاب در حال حاضر دسترسی به موتر را ندارند. این در حالی است که به دنبال جنگ میان طالبان و افراد مولوی مهدی فرمانده نارضایی این گروه، هزاران باشنده این ولسوالی به کوه ها متواری شدند. با تازگی دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه کمک های سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده است که در نتیجه جنگ در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دست کم 27,000 نفر آواره شدند و بیشتر از 100 نفر کشته و یا قتل عام شدند. این همه در حالی است که سازمان ملل تازه گفته است که هزاران کودک در مناطق جنگ زده مانند افغانستان شرایط وحشتناکی دارند. سازمان ملل در گزارش میگوید که هزاران کودک در کشورهای جنگ زده مانند افغانستان شرایط وحشتناکی دارند. بر اساس این گزارش بیش از 8,000 کودک از جمله در افغانستان و سوریه و یمن کشته و یا معلول شدند. از نزدیک به 24,000 مورد جدی تخلف علیه کودکان به طور میانگی 65 مورد در روز، بیش از 5,200 مورد به دختران و بیش از 13,600 مورد دیگر به پسران مربوط می شود. طبق این گزارش 16,000 کودک قربانی تعرض‌های متعدد شدند. بقایای مهمات منفجر نشده، بمب‌های دستساز و ماین عامل اصلی کشته شدگان و معلول شدن بیش از 8,000 کودک بوده است.
همچنین طبق این گزارش هنوز کودکان توسط گروه های مسلح استخدام می شوند که شمار آنها به بیش از 6300 نفر می رسد. مناطقی که در سال 2021 بیشتر کودکان تحت تاثیر تخلفات شدید قرار گرفتند، افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، اسرائیل، سرزمین های فلسطین، سومالیا، سوریه و یمن بودند. ویرچیا گامبیا، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری های مسلحانه، در این گزارش گفته است که شرایط وحشتناکی را که کودک در درگیری های مسلحانه متحمل شده اند نمیتوان با کلمات توصیف کرد. خانم گامبیا گفته است که کسانی که جان سالم به در برده اند تا آخر عمر با زخم های عمیق فیزیکی و عاطفی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. او گفته است که این گزارش فراخوان برای اقدام برای تشدید کار ما برای محافظت بهتر از کودکان در درگیری های مسلحانه و اطمینان از این است که به آنها فرصت واقعی برای بهبودی و شکوفایی داده می شود. دو نوع تخلف در سال 2021 افزایش شدیدی را نشان دادند: آدم ربایی و خشونت جنسی. از جمله تجاوز جنسی که طبق این گزارش هر دو 20% افزایش یافتند. حمله و مکاتب و شفاخانه ها نیز افزایش را نشان می دهد که با همگیری کرونا تشدید شده است. خبر بعدی، سه محافظ عبدالحمید خراسانی به دلیل پوشیدن کلاه پکول و تیزرانی موتر توسط طالبان پشتون تبار بازداشت شدند. عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت پیشین قماندانی امنیت طالبان، برای پنشیر با تایید این خبر و روزنامه 8 صبح ادعا کرده است که این فرد روز دوشنبه 20 سرطان به اتهام پوشیدن کلاه پکول بازداشت شدند. او تاکید کرد که محافظان وی از سوی طالبان هلمندی بازداشت شدند. خراسانی همچنان طالبان پشتون تبار هلمندی مستقر در پنشیر را به قتل غیر نظامیان و دامن زدن به تعصبات قومی متهم کرد. گفتنی است که از چند به این سو اختلافات درونی طالبان در پنشیر افزایش یافته است. پیش از این طالبان پشتون تبار چندین مقام طالبان بومی در پنشیر را بازداشت کردند. اکنون می‌پردازیم به نوار صوتی عبدالحمید خراسانی به زبان پشتو. پس لطفا ما را تا آخر همراهی کنید. سلامون و احترامات به گران و مشران و دلیکام، بخصوص به خلیفه صاحب مبارک تا مولوی صاحب یعقوب تا خبر دادی گران و معزز و مشرانو چه نن وروز دری اومد اختر زما دری ملگر مجاهدین چه اغوی مخلص مجاهدین دی او زما پزای برابر مجاهدین دی پخانه زمونگ یاران دی دا د هلمند ملګری ناحقه د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکرې دی، نیولې دی او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بیاساسه خبرې کوي. ګرانو معززو مشرانو، تاسو پوهیږئ چې خراساني یوازې مخلص مجاهد په دغه صف کې دی. تر اوسه پورې نه امتیاز غوړېدلی دی، نه چوکۍ او نه منصب او نه غواړمه. والله بلا چې نه چوکۍ غواړمه، نه منصب غواړمه، هیڅ شی نه غواړمه، یوازې د الله په رضا کې یم. زه کومه تسلیمي سلای نه یم، زه مجاهد یم. مخکې د فتوحات نه زه بیعت کړی یم. هغه ګرانو ورونو چې ما ته اړیکه درلودل د پخانه، هغوی پوهیږي، هغوی پوهیږي چې پر هغه وخت زه دا پیغور نه ورکوم. مخکې د فتوحات نه یوازې